به نام خدا، با سلام خدمت شما دوستان عزیزم. این جلسه باید صدایی که گرفته هست رو تحمل بکنید. ما تو این جلسه بچه میخوایم راجع به دو تا موضوع با هم صحبت بکنیم، دو تا موضوع خیلی مهم. یکی بحث خود سلول گالوانی است که جلسه پیش مقدمات رو عرض کردن و این جلسه قرار هستش که ما تحلیل کاملی راجع به سلول گالوانی داشته باشیم و بعد از اون میخوایم ما سلول‌های مربوط به اندازه‌گیری E0 رو با هم مرور بکنیم و اینجا می‌خوایم الکترود SHE رو با هم یاد بگیریم و ببینیم که چه کاربردی برای ما خواهد داشت. با من همراه باشید. در ادامه جلسه گذشته قرار هستش که ما تو این جلسه گفتم راجع به سلولی گالوانی به طور تکمیلی صحبت بکنیم. فقط یک فرقی که تو این جلسه داریم ما با جلسه گذشته این که اگه یادتون باشه بین این دوتا ظرف یک حالا لوله مرتبط بود که میتونست یونها رو دقیقا جا بزنه و مدار رو کامل بکنه، اما تکنولوژی های جدید به این صورت هستش که ما معمولا توی یک ظرف از یک قشا استفاده میکنیم و این قشا هستش که میتونه یونها رو در دو طرف محلول جابجا بکنه. بنابراین شکل مربوط به سلول های گالوانی به این صورت از این به بعد خواهد بود و ما میتونیم رسم بکنیم. پس ما یک قشا خواهیم داشت از این به بعد. این قشای ما طوری هستش که توشون مثلا همین سلولی که با هم مثال زدیم ZN2 مثبت بود و اینجا CU2 مثبت، اینجا ما یه دونه ZN داریم، اینجا یک میله CU خواهیم داشت و این قشایی که این وسط وجود داره و قرار داده شده بین دو تا محلول طوری هستش که میتونه از این قشا یونها عبور بکنن. به قول کتاب هم یونهای مثبت هم یونهای منفی میتونن جابجا بشن، که خب به هر حال این بعد یه مقدار تأمل کنیم راجع به این صحبت که کتاب کرد. اما ما یه سیم اینجا داشتیم که گفتیم اگه این لامپ بتونیم اینجا روشن بکنیم و بذاریم، میبینیم که لامپ روشن شده و یک حرکت دائمی داره. اگر خاطرتون باشه ما جلسه گذشته بچه‌ها با هم دیدیم که اینجا عمل چی انجام میشد؟ اکسایش انجام میشد. کی داشت اینجا در حقیقت الکترون رو میداد؟ ZN. پس ZN شده بود ZN دو مثبت و همراه دو تا الکترون منفی. خب اینجا چی؟ اینجا یادتون باشه کاهش بود و Cu دو مثبت الکترون میگرفت دو تا و تبدیل شد به سیو. خب ما جلسه گذشته داشتیم با هم و مرور کردیم. یه مورد دیگه هم داشتیم بچه، یادتونه الکترونی که روی ZN بودن بیشتر سیو بودن. چرا؟ چون ZN فلز قوی تر بود و سیو اینجا فلز ضعیف تر ما رو می ساخت. خب چون تعداد الکترونش بیشتر بود پس به طور حتم ما میتونیم به این میگیم قطب منفی ما، و اینجا چی خواهد بود؟ قطب مثبت ما رو شامل میشه، یعنی الکترون وارد این قطب خواهد شد. ما یه تعریفی داریم، تعریف ما به این شکل اونجا که اکسایش انجام میشه ما چی خواهیم داشت؟ آنود خواهیم داشت. بنابراین ما ZN که قطب منفی هست ما بهش میگیم چی؟ آنود، و اینجا کاتود ما رو تشکیل خواهد داد. من راجع به آنود و کاتود بازم یه سری صحبت ها داشته باشم با عزیزانم. ببینید خیلی از ما فکر میکنیم که آنود و کاتود بر اساس قطب مثبت منفی نامگذاری شده. اصلا اینطور نیست. آنود بچه کل ما به الکترودی میده که روش اکسایش انجام بشه و کاتود اون الکترود است که روش داره کاهش انجام میشه. بر اساس اکسایش و کاهش اسم کاتود و آنود مطرح شده. بنابراین ما اینجا اگر داریم میبینیم که اینجا که اکسایش انجام شده و اسمش آنوده، اتفاقی قطب منفی ما هم هست و اینجا اگر کاتوده به واسطه قطب مثبت بودن نیست، بلکه به واسطه کاهشه که اسم این شده کاتود. اما تو سلول گالوانی که کلا گفتم ما به این سلول دیگه گالوانی خواهیم گفت.
این سلول گالوانی که وجود داره برای ما، این رو باید بدونیم که در سلول گالوانی است که قطب مثبت ما میشه آنود، قطب منفی ما کاتود ما رو شامل میشه. برای چی؟ چون قطب منفی توش اکسیدش انجام میشه و تو قطب مثبت کاهش انجام میشه در سلول گالوانی که خواهیم داشت. خب بنابراین ما برای این سلول ببینید این نکات کاملا مشخصه که ما برای اینکه بتونیم تحلیل بکنیم سلول رو، فلز قوی تر رو اول تشخیص میدیم و بعد فلز ضعیف تر. وقتی تشخیص دادیم میگیم فلز قوی تر قطب منفی اون رو مشخص میکنه و فلز ضعیف تر میشه قطب مثبت ما. فلز قوی تر رو الکترودش اکسایش انجام میشه و کاهش روی الکترود مربوط به فلز ضعیف تر. به خاطر همین ما بهش میگیم آنود و به این الکترود مربوط به فلز ضعیف تر میگیم کاتود. داریم میبینیم که دقیقاً این نیم واکنش که در آنود داره انجام میشه، الکترون داره میده، و این نیم واکنش که در کاتود انجام میشه. و به خاطر ما میتونیم واکنش کلی سلول رو، این واکنش کلی سلول رو از جمع این دو تا واکنش به دست بیاریم. جلسات پیش یادتونه دیگه، وقتی ما یه نیم واکنش اکسیدش داشتیم و این نیم واکنش کاهش، وقتی می‌خواستیم جمعشون بکنیم بعد الکترون هضم میشد. حالا من اگر این کارو بکنم الکترون خودش هضم میشه، پس بنابراین میشه Zn به اضافه 3 یودون مثبت میشه Zn دو مثبت به اضافه 3 یودون. خب نکته دیگه هم که میخوام خدمتتون عرض بکنم همینه، همون که بچه‌ها دارید دقت میکنید Zn من میبینید هی داره مصرف میشه، دائما در حال مصرف شدنه، بنابر این همواره از جرم آنود کاسته میشه و این خیلی نکته مهمیه که وجود داره برامون. بریم اینجا سیو هی داره زیاد میشه، میبینید پس به جرم کاتور همواره داره چی میشه اینجا؟ افزوده میشه. یعنی که فلز ضعیفتر است هی داره بزرگتر بزرگتر میشه و اونی که فلز قویتر بوده دائما در حال چیه؟ کوچکتر شدن و کم شدن جرمش خواهد. و نکته مهمه بعد این که همیشه در همه لحظات محلول ها حتما خونسا هستن، جوری داره رد و بدل میکنه این یون ها رو، این قشاع ما، که همیشه محلول ها از لحاظ الکتریکی خونسا هستن و میتونیم به راحتی خونسا بودن این رو ببینیم و اثبات بکنیم. بنابراین ما راجع به بحث مربوط به حالا سلول گالوانی این رو میتونیم مشخص کنیم، فقط شرطش اینه که ما بتونیم چیکار بکنیم بچه‌ها، ما بتونیم اینجا فلز ضعیف‌تر و قوی‌تر رو مشخص کنیم و با هم داشته باشیم. به طور مثال من اگر داشته باشم، اگر به ما بگن که یک سلول رو تحلیل بکنید، تمام این مواد رو میتونیم در ارتباط با اون بگیم و تا یه سری از مسائل استوئیومتری میتونیم در این ارتباط با هم حل بکنیم. بیاید یه مثالی با هم حل بکنیم و ببینیم که آیا میتونیم سلول رو تحلیل بکنیم یا خیر. به ما گفته میشه که ما الکترودی داریم از آهن و مس و به ما میگن که اگر الکترودامون آهن و مس باشن این سلول رو تحلیل بکنیم. بسیار خوب، اولین قدمی که ما باید برداریم اینه که بفهمیم کدوم الان فلز ما قوی تره کدوم ضعیف تره. بچه ها بین آهن و سیو کدوم قوی تره؟ جلسه پیش یادتونه یه آزمایش انجام داده بود، خود کتاب گفته بود که Zn از Fe قوی تره، Fe از سیو، سیو از Au. چون خود کتاب اینو مشخص کرده، پس دیگه ما باید بدونیم این موضوع رو که الان Fe ما اون فلز قوی تره است، پس این میشه قوی تره و سیو میشه ضعیف تر برای ما. و حالا دیگه تحلیل رو میتونیم به راحتی انجام بدیم. تو چیزی که اینجا داشتیم، ما اینجا اگر یه قطب منفی بخوایم داشته باشیم و اینجا قطب مثبتمون رو، خب بچه ها قطب الان منفیمون شامل کی میشه؟ شامل قطعا آهن میشه و اینجا برای ما قطب مثبت میشه ضعیف‌تری که مس هست و دیگه همه تحلیل میشه انجام میشه. قطب منفی ما وقتی Fe هست، پس بنابراین
تو اینجا داره کاهش انجام اکسایش داره انجام میشه، چون تو افیدل اکسایش انجام میشه پس آنود ماست، دائما از جمش داره کم میشه و برای نوشتن معادلش ما میتونیم به این صورت عمل کنیم که به اف ای داره جمش داره کم میشه و به این شکل داره در. حالا اینکه بعضی ممکنه سوال بکنن که خب از کجا فهمیدید 260 سه مثبت باشه؟ بله درسته، اگر اشاره ای نکردون ما به طور پیش خودمون دو مثبت در نظر میگیریم چون پایدارتره، یا مثلا سه یو همینطور، سه یو دو تا ظرفیت داره، یک مثبت و دو مثبت، هیچ اشاره اگر نشده سه یو رو بازم همون دو مثبت در نظر خواهیم گرفت. اینجا پس ما یه سه یو دو مثبت داریم، دو تا الکترون داره میره تبدیل به سه یو داره میشه، از جرم اف ای دائما در حال کاسته شدنه و به جرم سی یو در حال زیاد شدنه. همونی گفتم آنود اینجا کاتوده و محلول ها هم که کاملا میبینیم که خونسا هستن. پس اگر به ما بگن که سلول رو تحلیل بکنیم، منظور دیدیم چی هست و چطور میتونیم نتیجه گیریامون رو داشته باشیم. حالا کار بعدی که انجام میشه به این صورت بچه ها که مثلا به ما میگن که ما یک سلولی داریم از Fe و منیزیوم. خب به ما گفته میشه که تحلیل کنیم این رو. خب ما منیزیوم میدونیم یک فلز قلیایی خاکی هست، مطمئنا از یک فلز واسطه قوی تر از لحاظ فلزی، این نکاس رو قبلا میدونستیم، بنابراین قوی تر و ضعیف تر ما دیگه الان اینجا مشخص شد، بنابراین Mg میشه قطب منفی ما، Fe قطب مثبت ما، آنود، کاتود، اینجا اکسایش داریم، کاهش داریم و دیگه بقیه موارد، مثلا اینکه Mg دائما داره جرمش کم میشه و Fe داره جرمش زیاد میشه، این موارد پس خواهیم داشت. اما یه سری موارد هستن به این شکل که ما میگن Fe و Sn کدوم قوی تره کدوم ضعیف تر، دیگه ما تشخیصمون به همین راحتی نخواهد و ما باید دیگه یه فکر برای این موضوع بکنیم که چطور میشه تشخیص داد که کدوم قوی تره. خب شاید حد بزنیم یکی از آزمایشه که ما میتونیم انجام بدیم بابت این موضوع اینه که مثلا من بیام یک محلول Fe2 مثبت درست کنم، یه دونه Sn تو این قرار بدم. خب وقتی Sn من تو ای دو مثبت قرار دادم، اگر دیدم که یک لایه از اف ای دور اس ان بود، میفهمم که اس ان پس قوی تر بوده. اگر اومدم اس ان رو گذاشتم براشم دیدیم هیچ اتفاق نیفتاد، پس اف ای اینجا میفهمیم که قوی تر بوده. خب این آزمایش باید انجام بدیم، اما خب کار عاقلانه ای نیست، بخاطر این دانشمندا رفتن سراغ این موضوع که مقایسه کنن رفتار فلزها رو با هم دیگه و ببینن که کدوم فلز قوی تر است و به خاطر همین رفتن سراغ یک موردی به نام یک سلول استاندارد و یک سلول مبدأ که الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم و مفصل راجع بهش حرف خواهیم داشت. اجازه بدید تخت رو پاک کنم دوباره خدمتتون میرسم. خب گفتم برای اینکه ما مقایسه بتونیم بکنیم قدرت فلزی فلزها رو با هم دیگه، از یک سلولی استفاده میکنیم که معمولا یک طرفش هیدروژن هست. یعنی چی؟ اصلا سوال به وجود میاد که چطور ممکنه که ما هیدروژن بمونه یک تیغه بتونیم توی سلولون استفاده کنیم. پس بنابراین با من بیاید که ببینیم که چه اتفاق میفته. ما طبق معمول پس یک ظرفی داریم که این ظرف ما یک قشا توش هست که این قشا ما خب جدا کننده هست برای ما و همونطور که گفتم یکی از محلولهای ما مربوط به هاش مثبته و حتما باید بدونیم که اینجا هاش مثبت وجود، اما تیغه‌ای که در تو هاش مثبت هست کجاست؟ ببینید برای اینکه بتونیم ما هاش مثبت رو با هیدروژن تماس بدیم، معمولا میان از گاز هیدروژن به این شکل استفاده میکنه که یک لوله‌ای رو استفاده میکنه که لوله شیشه‌ای هست معمولا و گاز هیدروژن رو تو اینجا قرار میده. این هیدروژنی که اینجا هست باید بدونیم که فشارش حدوداً 1 اتمسفر، اینو باید بدونیم. اینجا در ارتباط با هاش مثبت اگر بخوام بگم استانداردش اینه که غلظت مولار 1 مولار خواهد بود، بنابراین پهاش برابر با
صفر برای این محیط است. دمامونم من اینجا بنویسم که کلا دمامون 25 درجه سانتیگراد خواهد بود و این مشخصات مربوط به خب این قسمت از هیدروژن هست. اما هنوز یک مشکل وجود داره و اون این که خب هیدروژن بعد میاد با حاشیه مثبت شروع کنه ارتباط برقرار کردن. قرار هست که هیدروژن و حاشیه مثبت الکترون رد و بدل بکنن. خاطرتون هست بچه‌ها یک نکته‌ای رو گفتم که هیچ وقت الکترون وارد محلول نمیتونه بشه. بنابراین چطور این اتفاق میفته؟ دانشمندان اومدن یه فکری کردن و اون که یک تیغه ای رو اینجا قرار دادن که جنسش چیه؟ جنسش از پلاتین هست و این تیغه رو قرار دادن، گفتن که هیدروژن و هاشم مفتد روی این تیغه میتونن دیگه تبادل الکترون بکنن و الکترون روی این تیغه مربوط به پلاتین، یک قطعه پلاتینی جمع بشه و یه سیم از این کشیدن که دیگه بتونه چکا بکنه الکترون بیاد به سمت بیرون. این پلاتین هیچ نقشی بچه ها هیچ نقشی در حالا اکسایش کاهش نداره، فقط کاهش اینه که یک جایی باشه که الکترون بین هیدروژن و هاشم مثبت رد و بدل بشه، دیگه هیچ نقشی نداره. و خیلی جاها ممکنه که از شما سوالاتی بکنن که یه مداری به شک بندازن. پس هیچ نقشی جز هاش مثبت و اینکه هاش دو با هم ارتباط الکترونی داشته باشن دیگه نداره، یعنی نجمش الان زیاد میشه نجمش کم میشه این پلاتین، پس این رو حواسمون جمع باشه. خب میان طرف دوم چیکار میکنن؟ طرف دوم رو معمولا میان و میله های مختلف قرار میدن، مثلا ZN قرار میدن توی محلول ZN دو مثبت و این وسط معمولا یک ولتسنج رو قرار میده که ببینیم که بین این دوتا چه ولتاژی برقرار میشه. خیلی خوب، یک نکته فیزیکی خدمتون بگم. ما ولتسنج رو میدونیم، تو فیزیک دیدیم که اولا بتونه موازی بسته میشه توی یک مدار و دومین مطلبش این که شاید تو فیزیک خیلی راجع به این موضوع خب سوالات پیچیده‌ای نبوده و این نکته رو اصلا خیلی مورد سوال قرار نمیدادن. ما ولتسنجمون بچه‌ها بدونید یک طرف منفی داره یک طرف مثبت. ما باید حتما منفیمون به سمت منفی وصل شده باشه، مثبتمون به سمت مثبت، یعنی حرکت الکترون رو وقتی در نظر میگیریم باید این قاعده رعایت شده باشه. خب اگر اومدیم و ولتسنج مثلا اگر 10 ولت نشون میداد، اومدیم و منفی 10 ولت به ما نشون داد، یه معنی خاص داره. معنیش بچه‌ها اینه که شما ولتسنج رو اشتباه وصل کردین، یعنی جای مثبت منفی رو اشتباه دیدیم و وصل کردیم، یعنی شما قطب منفی رو به مثبت وصل کردیم، مثبت رو به منفی وصل کردیم. بنابراین ما تو ولتسنج باید این رو بدونیم که قسمت منفی ولتسنج به قطب منفی باید وصل شه، قسمت مثبتش به مثبت باید وصل شه. اینو بدونیم. خب ما توی این سلول که بهش سلول SHE گفته میشه، اصلا کلن ما این الکترودی که داریم بهش میگیم الکترود SHE و کلن این سلول رو معروف شده به سلول SHE، ولی خب معمولا این الکترود هست که این اسم رو خواهد داشت. اصلا میگه استاندارد هیدروژن الکترود، ما کلن به این میگیم چی؟ الکترود SHE که مشخصشون براتون نوشتم. توی اینجور موارد، توی اینجور حالا سوالاتی که ما میخوایم راجع به SHE داشته باشیم، بیشتر بچه راجع به این مشخصات میپرسن ازمون و اینکه پلاتین آیا جبش تغییر میکنه یا نمیکنه، یعنی خیلی چیز پیچیده ای نداره. ولی موضوع مهم اینجاست که ما اومدیم و اینجا یک سلولی درست کردیم و این ولتسنج بچه عددی که واسه ما نشون میده خیلی خیلی مهم هست، خیلی مهمه. ما دیدیم مثلا هیدروژن اگر با ZN ارتباط برقرار کنه به این شکل، اول اینو بدونیم که توی اینجور حالا سلول ها که هیدروژن یک طرف هست، به طور پیشفرض قطب منفی رو هیدروژن در نظر میره و قطب مثبت رو اون یکی فلزه. این پیشفرض هست و هیچ دلیل خاص دیگه نداره. خب دیده شد این موضوع که اگر زدن داشته باشیم به همراه هیدروژن، بچه ها اینجا ولتسنج ما منفی 76 صدم ولت داره نمایش میده
منفی 76 ولت معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما جای قسم مثبت منفی رو اشتباه زدیم بچه‌ها. یعنی چی اشتباه زدیم؟ ما به طور پیش‌فرض گفته بودیم که قطب منفی ما هیدروژن، قطب مثبت ما چی هست؟ زدن است. اینا همه پیش‌فرض بود. اما وقتی منفی در میاد یعنی که ما بعد برعکس می‌زدیم، قطب منفی ما زدنه و قطب مثبت ما هیدروژنه. خب چه نتیجه می‌گیریم؟ نتیجه این که ما زدنمون انگار الکترون به هیدروژن داده و زدن از لحاظ دادن الکترون از هیدروژن قوی تر بوده. خب ما به چه شکل نمایش میدیم؟ معمولا این رو با ای صفر نمایش میدن و رسم این که این رو به صورت کاهشی نشون میدن. کاهشی یعنی این که میگن زدن دو مثبت زدن که این برابره با چقدر؟ منفی 76 ولت میگن خواهد. ما مثلا اگه منیزیم بیام قرار بدیم اینجا، اینجا منیزیم باشه، اینجا منیزیم دو مثبت، ای صفر کاهشی منیزیم دو مثبت اندازه‌گیری کردن ولت شده 2.37. یعنی یه نکته بگم، هیچ لزومی نداریم ما اعداد حفظ بکنیم، قطعا به همون میدن و ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم، به هیچ وجه نیاز به حفظ کردن اینها نیست. و مثلا ای صفر مربوط به ای جی مثبت ای جی محاسبه کردن شده مثبت 8 نهم. خب این یعنی چی؟ وقتی مثبت 8 نهمه و مثبت 8 نهم جدا نمایش داده میشه، معنیش اینه بچه‌ها که ما درست زدیم این ولت سنجو، یعنی قسمت منفی قسمت مثبت ما بوده، قطب منفی ما بوده قطب مثبت ما بوده و هیدروژن انگار برای الکترون از نقره میگیم قوی تر بوده. خب ما یک جدولی رو با هم داریم، بیاید پای مونیتور که با هم ببینیم. ما یه جدولی تو کتاب درسی داریم با هم که برای چند مورد رو اشاره کرده. خب طلا رو داریم میبینیم 1.5 هست، پلاتین شده 1.2 تا رسیده به همون منیزیم که خدمتتون عرض کردم 2.37. خب بچه تو این جدول ما میبینیم هر چقدر منفی تر باشه یک ای صفری، این ای صفری که بحث ورته هر چقدر منفی تر باشه به سمت پایین داره میاد، انگار فلز ما قوی تر خواهد، هر چقدر مثبت تر باشه فلز ما ضعیف تره. هر چقدر داریم به سمت پایین میایم کاهنده تر داره میشه این فلز ما. و همین الان با استفاده از این جدولی که حالا یه قسمتیش هست، ما برای تقریبا تمامی فلزات و تمام مواد این ای صفر رو داریم، مثلا الان متوجه میشیم که بین منگنز و آهن کدوم قوی ترن. خب بین منگنز و آهن چون منگنز منفی تره پس فلز قوی تری خواهد بود، و اگر ما بخوایم بیایم و یک حالا سلول بین این دوتا تشکیل ما بدیم، مطمئنا ML میشه برای ما قسم منفی و FE قسم مثبت ما خواهد شد. خب بیاید همین الان اصلا کلن دو تا در نظر بگیریم که با هم بیایم سلول رو تشکیل بدیم و کلن بیایید با هم این رو تحلیلش بکنیم. بیایید مثلا راجع به آلومینیوم هم صحبت بکنیم و مثلا همین آهن. ما یک عنصر داریم آلومینیوم و آهن هست و میخوایم تحلیل بکنیم. خب برای این کار خب اگر با من بیایید اول باید تشخیص بدیم بچه‌ها کدوم یکی از اینها فلز قوی تر هست. بین آلومینیوم آهن خب دیدیم دیگه آلومینیوم انگار ای صفرش کوچکتر بود و چون ای صفرش کوچکتر بود پس قطب منفی ما رو خواهد داشت و آهن برای ما میشه قطب مثبت. پس یه بار دیگه من بنویسم اینجا که ای صفر مربوط به آلومینیوم سه مثبت و آلومینیوم، اگر دقت کرده بودید آلومینیوم برای ما شد منفی 1.66 و ای صفر ما برای آهن دو مثبت FE شد منفی 44 ولت برای ما. بسیار خوب، پس ما ای صفر رو ببینیم، چون گفتم منفی تره پس قطب منفی ما دیگه کاملا مشخص شد، اونی که قوی تره مشخص شد، یه قطب پس منفی داریم ما اینجا، قطب مثبت رو خواهیم داشت. قطب منفی ما شد پس آلومینیوم، قطب مثبت ما برای ما FE هست، بنابراین اینجا آنود ما کاملا مشخصه، اینجا هم کاتود ما معلومه. تو اینجا روی آلومینیوم داره اکسایش انجام میشه و روی FE داره کاهش انجام میشه. اینجا جرم آلومینیوم دائما در حال کاهش هست
و جرم مربوط به آهن دائما داره زیاد میشه. ببینید تحلیل رو میشه کاملا انجام داد و این تحلیل رو میشه گفت، اما یکی از مهمترین تحلیل هایی که ما داریم اینه که اگر من بیام بین این دوتا این الکترودو رو وصل بکنم و ولسنج رو وسط ببینم چه عددی به ما نمایش خواهد داد. این عددی که بچه نمایش میده رو ما با EMF نمایش میده، بهش میگه نیروی الکترودو موتوری برای این سلول. EMF چجوری محاسبه میشه؟ همیشه از E0 مربوط به کاتود که بزرگتره منهای E0 آنود که کوچکتره. بنابراین این عدد همیشه بزرگتر از صفر خواهد بود، چون همیشه میدونیم که E0 کوچیکه چون آنوده، بنابراین میشه کاتود منهای آنود همیشه به عدد مثبت. ما پس EMF برای یک سلول از میاد خواهیم حساب بکنیم که دیگه جزء تحلیل های ما خواهد بود. این هستش که بیایم و کافیه که ایسر کاتود منهای آنود کنیم. الان اینجا ما کافیه منفی 44 صدم رو منهای منفی 1.66 بکنیم که حاصل برای ما 1.22 ولت خواهد شد. پس ما بیایم اگر یک سلول تشکیل بدیم از آهن و آلومینیوم، این مقدار به ما ولتاژ رو خواهد داد. بنابراین ما یک کاربرد بسیار مهمی رو از ایسف تونستیم پیدا کنیم و اونم نیروهای EMF هستش که میتونه برای ما راهگشا باشه. خب ما امروز خب خیلی مطلب زیاد یاد گرفتیم، حتما باید تمرین بکنیم، حتما باید تستای مربوط به این موضوع رو بزنیم. بحث‌های مربوط به خصوص تحلیل سلول کاربونی بچه‌ها برای ما خیلی خیلی مهم هستن و امیدوارم که با تمرین زیاد بتونید راه رو برای خودتون هموار سر بکنید. پیروز و موفق باشید. تا جلسه بعد خدا.